سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امروز جمعه 4 فروردین ماه در 772 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور میکنیم. شوک جدید به استقلال، علی فتح‌الله زاده استعفا میدهد. تیم پرطرفدار و مردمی استقلال این روزها در بدترین شرایط مالی خود در سالهای اخیر به سر میبره. به تازگی باشگاه استقلال بیانیه ای عجیب منتشر و عواقب پرداخت نشدن پول طلب آن را استراماچونی را یادآوری کرده. مهلت قانونی فیفا برای پرداخت طلب استراماچونی هم اکنون رو به اتمامه و خبر ورزشی حالا مدعی شده که در صورت عدم تأمین این رقم علی فتح‌الله زاده استعفا خواهد داد. استقلال به دنبال ظرفیت بیشتر تماشاگر تا پایان لیگ. استقلال در 7 بازی باقی مونده تا پایان لیگ برتر 5 مسابقه رو در ورزشگاه آزادی برگزار میکنه که این فرصت مناسبی برای آبی هاست تا بتونن از عنوان قهرمانیشون دفاع کنند. در این بین مدیران استقلال در تلاش هستند برای این 5 بازی مجوز حضور تماشاگران بیشتری رو بگیرن تا آبی پوشای پایتخت در بهترین شرایط از امتیاز میزبانیشون بهره ببرند. تمرین 80 دقیقه‌ای پرسپولیس در ورزشگاه کاظمی. به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت 2 جلسه تمرینی خودشون رو در سال جدید از ساعت 16 در ورزشگاه کاظمی آغاز کردند. پیش از شروع تمرین، یحیی گل محمدی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد. تمرین با انجام کارهای بدنی و کار با توپ در چند گروه آغاز شد. دلیل عجیب برای غیبت سردار، پایان کار آزمون در تیم ملی؟ سردار آزمون در حالی به بهانه زایمان همسرش از تیم ملی مرخصی گرفت که در روزهای اخیر در سالن والیبال و همینطور سالن اسب دوانی حاضر شده و مشغول تفریحه. در همین راستا خبر ورزشی مدعی شده که سردار از دوران حضور در تیم سپاهان از امیر قلعه‌نویی گله‌منده. به همین خاطر با حضور قلعه‌نویی در رأس کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفته در اردوی تیم ملی حاضر نشه. شاید همین امر باعث خداحافظی همیشگی او از تیم ملی بشه. بازتاب گلزنی تارمی در رسانه‌های پرتغال. مهدی تارمی مهاجم تیم پورتو در بازی دوستانه ایران و روسیه زننده تک گل شاگردان قلعه‌نویی از روی نقطه پنالتی بود تا این دیدار با تساوی به پایان برسه. روزنامه آبولا با تیتر تارمی گل تساوی ایران رو زد و روزنامه اوجوگو هم با تیتر ایران در بازی نخست قلعه‌نویی با روسیه به تساوی رسید به گلزنی مهاجم پورتو پرداختند.